بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. حضرت میفهمند که وقتی من روکار بدم دیدم که کاری انجام بده خلیفه دوم و مخصوصا در زمان خلیفه اول که دیگر حدیثی از احادیث زمان پیامبر دیگر اصلا سالم باقی نمونده. کسانی که حدیث نقل کردن همه یا به اجبار یا به غیر اجبار به نحو دیگری حدیث نقل کردن رو یا فراموش کردن یا کنار گذاشتن. خفقان به نحوی بوده که گفته هر کس حدیث نقل کنه انقدر با تازیانه میزنمش که زیر تازیانه بمیره. اینو خلیفه دوم گفته. حالا این در کتب تاریخ اهل شیعه و حتی خیلی جالبه که تاریخ اهل سنت هم هست. حالا ما بحثمون شد این نیست، نمیخوام راجع به این صحبت بکنم. ولی زمان آمده به اینجا رسیده که مثلا یکی از احادیثش همین که پیغمبر راجع به خمس چی گفته؟ گفته هر چی گفته به شما مربوط نیست، حق بیان کردنشو نداره. بعد حضرت آمده بکار با یک جامعه‌ای که فقط یک قرآن به قول ما گفتنی جوهر و مرکب و قلم و کاغذی بوده، کسی حق تفسیر نداشته، کسی حق تعبیر نداشته، کسی حق تشریح و توضیح و تبیین نداشته. این قرآن همش گفتن آقا هست کنا کتاب الله، همین کتابی بوده. هیچ کم نمیدونست که معنی این آیه چیه. آقا معنی آیه چیه؟ میگه همینی که فهمیدی خودت هرچی فهمیدی درست بخونیم تمام، هیچ دیگه صحبت نکن. چیزی که زیاد شده در عرض این صدا خلیفه در این مدت فقط حافظ ظاهر قرآن بوده، چیزی که همون کشور اسلامی هم هست. این همین ظاهر قرآن رو حافظ باشه، همه حافظ باشن، اما کسی نگاه کنه که چه آیه‌ای چه گونه باید خونده بشه، چیکار باید بکنه، چه معنی از این آیه در بیاره، اصلا دخالت توی کار را نداشته باشه. حدیث هم به همین صورت بوده. تو وارث پیغمبری اولاد حیدر، تو از همه دل میبری سالار و سرور، ای چلچراغ انبیا تاج سر ما، بنگر که جان آمد بلب محبوب دلها، مولا به جان مادرت رحمی به ما کن، ای منتقم بازا و درد ما دوا کن، ای عشق ما ای جان ما ای حب تو ایمان ما، ای مهدی صاحب زمان ای غایب از چشمان ما، دیده به راهم بشنو تو آهم یا حجت ابن الاسکری از دوری تو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المعید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهلك عدوك، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحثی پیرامون خمس رو در محضر عزیزان و بزرگواران مطرح کردیم. در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که گیرندگان خمس حسب آیه شریفه 41 سوره مبارکه انفال، الله تعالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین ذوالقربی و نیز یتاما، مساکین و ابن سبیل، شش گروه قرآن کریم برشمارده که اینها گیرندگان خمس هستند. عرض کردیم که این گیرندگان خمس در واقع دسته اول که خود الله تعالی باشد، چون خودش
از کسی وجهی رو و خمسی رو دریافت میکنه، چه نقدی چه غیر نقدی، در اینجا سهم الله هم اهل سنت هم شیعه فرمودن که در آموز خودشون که سهم الله تعالی سهم رسول الله هست. و بعد از مفات رسول الله هم سهم الله تعالی هم سهم رسول الله میرسد به جانشین واقعی اون حضرت که امام معصوم باشن. پس بنابراین امام معصوم سهم الله تعالی رو میگیرد، سهم رسول الله رو هم میگیرد. ذی القربا هم در واقع در جلسات گذشته، در جلسه گذشته مخصوصا درستش رو انجام دادیم با چند حدیث که خوندیم که ذی القربا هم سهمی است که به امام معصوم علیه السلام میرسد. و منظور از ذی القربا ساداتی که هستند در حال حاضر منظور اینها نیستند، منظور از ذی القربا همون امام معصوم هست و اهل بیتش که الان در واقع از اهل بیت اون حضرت هم کسی زنده نیست و در قید حیات نیست، فقط خود امام زمان علیه السلام هست. چون خود از بدن در قیبت کبرا به سر میبرن، فلزا سهم الله تعالی، سهم رسول الله و سهم ذی القربا به حسب آیه شریفه به امام معصوم علیه السلام میرسه. سه سهم بعدی هم عرض کرده که یتاما، مساکین و ابن سبیل هستن و این سه سهم فقط سادات رو در بر میگیرد، نه کسی دیگری. سوالی رو مطرح کردیم، پاسخ دادیم که خب اینهایی که غیر از سادات هستن چه نفعی از این خمس در جامعه اسلامی میبرند؟ مساکین غیر سادات، ابن سبیل غیر سادات، به حضورتون عرض کنم که یتامای غیر سادات اینها چگونه نفع میبرند؟ عرض کردیم در جواب که چون سهم الله و رسول و ذی القربا در دستان امام زمان علیه السلام هست، اون حضرت از سهم خودش که حالا این سه سهم هستند میتواند به هر محرومی، به هر یتیمی، به هر مسکینی، به هر ابن سبیلی در جامعه پرداخت کند. و نه تنها از این سه سهم، بلکه سه سهم دیگر هم که سهم سادات هست و خود امام علیه السلام هم از بنی هاشم و سادات هستند، اون حضرت از سه سهم دیگر هم در واقع این اجازه رو دادن به کسانی که مایل باشه ببخشن حسب آیه شریفه، این کار رو انجام میدن و مشکلی ندارن. ولی در این حال سه سهم اول کامل در نزد امام معصوم علیه السلام هست که اون حضرت میتواند این سه سهم رو در اختیار غیر سادات نیز قرار بده با اجازه و اذنی که خداوند متعال به او داده است. این نتیجه بحث جلسه گذشته تا این قسمت از مبحث بسیار حساس خمس بود که از دیدگاه قرآن بررسی کردیم و گیرندگان خمس رو هم مطرح کردیم. اما این جلسه یه بحث خیلی اساسی داریم که بحث تحقیقی هم هست و لذا باید که دقت وافری انجام بشه روش. عزیزانی که در مجلس ما حضور دارن و خانم ها و آقایان محترم و محترمه و همچنین دوستانی که از طریق دیگری صدای ما رو میشنون، من خواهش میکنم که این جلسه رو خوب دقت بکنن که ما نتیجه از این بحث تحقیقی هم بگیریم با موضوع مصرف یا مصادف خمس. به عبارت دیگر خمس در جامعه اسلامی چه مصارفی دارد و به چه مصارفی میرسد و چگونه امام معصوم علیه السلام آن را مصرف می‌نماید. همچنین این مطلب را مطرح خواهیم کرد انشاءالله در امروز که الان که زمان غیبت کبرا هست و امام زمان علیه السلام قائل هست، خمس چه حالتی پیدا میکنه و باز در نهایت به چه صورتی مصرف میشه و به چه مصارفی میرسه. این بحث تحقیقی است و خیلی هم دقت میطلبه که من امیدوارم عزیزان در این زمینه دقت وافر رو داشته باشه. انشاءالله قلوب
نورانی هست، نورانی تر بشه با صلواتی که بر محمد و آل محمد خرج کرد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج احمد. در باره این مصارف خمس در زمان خود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به این صورت بود که حضرت طبق دستور الهی خمس رو دریافت میکردن، یعنی عاملانی رو به شهرهای مختلف میفرستادن، کسانی که به اونها خمس تعلق میگرفت را متذکر میشدن، این عوامل اونها رو تذکر میدادن که آقا اگر به شما خمس تعلق گرفت شما یک پنجمش رو، حالا اینا رو توضیح خواهیم داد، به این سبت و سیاقی که قرآن کریم میفرماید بدید برای رسول الله که زیر نظر پیامبر گرامی اسلام این مطلب انجام میگیره و محقق شد و حالا زمانهای بعدش هم هست. اون حضرت این خمسی رو که دریافت میکردن، یعنی سهم الله، سهم رسول و سهم ذی‌القربا رو که دریافت میکردن، همچنین سه سهم دیگر رو اینها رو تقسیم میکردن، یعنی شش گروه خمسی رو که گیرندگان خمس بودن حضرت خمسشون رو دریافت میکردن، مال ایتام و مساکین و ابن السبیل رو که جای خودش خرج میکردن، مال ذی‌القربا رو اینها رو باید به اون نزدیکان که میدادن از خمس طبق دستور الهی انجام میدادن، سهم خودشون و سهم الله رو هم در مصارفی مانند مخارج جنگ هایی که صورت میگرفت و نیز دفاع از مملکت اسلامی، خرید سلاح، خرید مهمات، درست کردن سلاح، درست کردن مهمات، ساختن دژهایی که دشمن به شهر نفوذ نکنه، نوامیس مردم در امان باشن، خانه های مردم در امان باشه، اقتصاد جامعه در امان باشه از بروز هجوم ها و غارتگری های راهزن ها و غیره. این مخارج داخل شهر و کشور و قول امروزیان و میگیم کشور صورت دید. هزینه های خانواده های اسرایی که در جنگ اسارت احیانا در می آمدن بر عهده پیامبر بود که اینها رو پرداخت میکردن از همین وجوه ها، هزینه های خانواده هایی که پدران اینها، برادران اینها، کسی از اینها در میدان جنگ شهادت رسیده بود بر عهده اون حضرت بود، بیت المال بود و اون حضرت از سهم خمس بهشون پرداخت میکردن، سهمی که مال خودشون بود، سهم الله و سهم رسول. مجروحین جنگ که نمیتونستن دیگه تا یه مدتی حداقل سر کار برن، حضرت اینها رو زیر پوشش قرار میدادن. معلولین جنگ که شاید تا آخر عمرشون دیگر نمیتوانستن کار کنن، حضرت اینها رو زیر پوشش قرار میدادن. جانبازان جنگ به همین صورت. و در زمان خود بزرگوار حتی مساجدی میخواست ساخته بشه و جاهایی ساخته بشه که مردم بیان در اونجا عبادت بکنن و در هر شهری، روستایی چیزی، مسجدی میخواست ساخته بشه، حضرت از سهم الله و سهم خودشون در این هم کمک میکردن. و نیز پرداخت دیون بعضی از افراد که زیر بار قرض مانده بودن و نمیتوانستن قرض خودشون رو ادا کنن، اون حضرت از سهم خودشون و سهم الله اینها رو راه میانداختن، کارشون رو اصلاح میکردن. نمونه های از اینها در تاریخ ذکر شده. همچنین کمک به بعضی از افراد بی‌بضاعت و محروم و مسکین جامعه از دیگر کارهایی بود که از مصرف خمس توسط بزرگوار در جامعه اسلامی صورت میگرفت. این در زمان خود پیامبر که حضرت عاملینی رو برای این کار معرفی فرموده بودند، این عاملین در جامعه اسلامی در شهرها و قصباتی که اون حضرت مشخص می‌کردن می‌رفتن و وظیفه خودشون در واقع مأموریت خودشون رو انجام می‌دادن و می‌آمدن خمس رو می‌گرفتن می‌آمدن و پیامبر حتی از همین خمس با اجازهی که خودشون پروردگارشون داده بود به همین عامل زکات حقوقی رو پرداخت میکردن، یعنی به خاطر رفتن و اومدنش ایام و ثوابش و مأموریتی که داشت مخارج ایام و ثوابش میدادن و مبلغی هم اضافه میدادن به خاطر مأموریتی که اون رفته انجام داد.
اما در زمان بعد از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که خمس چه مسیری رو پیدا کرد، چون عرض کردیم در بدوه هم در بدوه بحث در واقع ابتدای بحث گفتیم که اهل تسنن از آیه برداشت دیگری دارن و سر مسئله خمس جنجالی به راه انداختن که اصلا مسیر خمس رو اینا منحرف کردن و امروز هم اعتقادی به خمس به این نحوی که شیعه داره اونها ندارن. حالا چرا؟ یک جمله ای رو ما اونجا عرض کردیم، خواهش میکنم که اون جمله رو مبسوطتر و مفصلتر در این فرازهایی که خدمت عزیزان تقدیم میکنیم بهتر دقت کنن، یک نتیجه کاملتری رو در این زمینه خواهیم گرفت. اهل سنت خب زمان پیامبر که حرفی نمیزدن، چون پیامبر بود خودش انجام میداد و در واقع اهل سنتی هم ما نداشتیم در زمان پیامبر، اینا همه بعد از پیامبر به وجود اومدن. تنها گروهی که اونجا بودن فقط شیعه بود، که شیعه پیامبر بود، شیعه جانشین واقعی پیامبر و همینجور آمدن جلو تا امروز که شیعه هست. شیعه یک ریشه در واقع هزار و چند صد ساله داره، اما در زمان پیامبر ما گروهی به نام اهل تسنن یا اهل سنت یا سنی نداشتیم، که اینا بعدها به وجود اومدن، از زمان خلفا به وجود آمدن و بعد از خلفا دیگه ائمه اربعه پیدا کردن و بماند تا کن. در زمان رسول الله که مشکلی وجود نداشت، اهل سنت بعد از پیامبر که اختلافات جانشینی بعد از اون حضرت به وجود آمد، اینها گفتن که آقا سهم اللهی که در آیه به کار رفته تشرفاً هست، یعنی تشریفیه، یعنی خدا که خمس نمیگیره و لذا این در اختیار خود پیامبر هست. خب اینو شیعه هم حرفی نداشتن این زمین. سهم رسول الله هم اینها گفتن که بعد از پیامبر به خلیفه میرسه، البته مسئله شون هنوز در غنیمت جنگی دقت بفرد که به خلیفه میرسه، که خلیفه خودش برداره و خرج بکنه. حالا خلیفه کی؟ خلیفه همونی که در صحیفه بنی ساعده با رأی 3-4 نفر حد اکثر مثلا 5 نفر شاید انتخاب شد، این شده خلیفه و اینا بودن سهم رسول الله به خلیفه میرسه. سهم خیشان هم که ذل قربا بودن اهل سنت معتقد بودن که اینها هم به خلیفه میرسه، یعنی خلیفه خودش مجازه که اینها رو هر گونه بخواد درش تصرف بکنه و خرجش بکنه. حتی نوشتن در کتب خودشون که شخص ابوبکر به عنوان اولین خلیفه بعد از پیامبر، خلیفه‌ای که در واقع انتخابی بود، انتخابی 5 نفر 6 نفر تو صحیفه بنی ساعده بود، ما البته داریم قول اهل سنت رو داریم می‌خوانیم، ابوبکر تصمیم گرفت که این سهم رو، یعنی سهم خیشان پیامبر ذل قربا رو، به جایی که به اونها بده خود دقت بکنه. خواهش می‌کنم، خیلی مطلب ریز و حساسی درش هست، یعنی از حساسیت برخوردار بود. این سهم رو تصمیم گرفت که صرف سپاهیان اسلام بکنه. چه سهمی رو؟ سهم ذل قربا، یعنی ذل قربایی که خود پیامبر هم به خیشانش میداد، ائمه هم به خیشان میدادن، او هم معذر به خیشان میده، او نداد به اهل بیت و خیشان پیامبر. حالا عرض میکنیم چند تا فراز دیگه بخونیم، جمله دیگه در ذهن از تاریخ براتون بگیم، اون مطلب اساسی هم انشاءالله تو ذهن همه ما به خوبی خواهد نشست. ایشون صرف سپاهیان اسلام میکرد، اینی که نوشتن در تاریخ اهل تسنن. بعد هم اینها میگفتن که مقصود از ایتام و مساکین و ابن سبیل اصلا سادات نیستن، خلیفه خودش مجازه به هر کی دلش خواست بده. منظور از آیه شریفه در واقع ایتام مساکین و ابن سبیل سادات نیستن، که ما اینو قبلا در جلسه گذشته بحثش انجام دادیم که خب منظور سادات هم. ما داریم نظر اهل سادات رو میکنیم. چرا اینها این تصمیم را گرفتن که سهم ذل قربا رو و سهم الله و سهم النبی در دست خلیفه و 3 سهم بعدی هم حتی خلیفه هر کاری دلش میخواد انجام بده باشه؟ خب اینو قبلا یه فراز رو عرض کردیم برای شما، یه تحلیلی رو کردیم، نتیجه گرفتیم، این رو هم اضافه بهش خواهید کرد، باز هم مطالبی در این زمینه خواهیم گفت. اونها میدونستن که این سهم یک منبع اقتصادی مهمیه که موجب تقویت بنی هاشم میشه،
و لذا از همینجا مسیر خمس رو که یک مسیر اقتصادی بود و یک مسیر عبادی بود قبل از اینکه اقتصادی باشه تبدیلش کردن به یک موضوع سیاسی، یعنی یک مسیر سیاسی هم بهش دادن. خمس حکم الله، حکم عبادی تبدیل شد به یک حکم سیاسی و موضوع هم کردنش موضوع سیاسی و یک مسیر سیاسی بهش دادن. دیگه مدت خمس به چشم مسئله عبادی نگاه کرده نمیشد در زمان خلفا بعد از پیامبر، بلکه به عنوان یک مسئله سیاسی اقتصادی مطرح بود و میدونستن که اگر این سهم الله سهم رسول، حتی اون دوتا رو هم اگه ندن، سهم سرقربا رو و اون سه سهم دیگه که مال سادات بنی هاشم و سادات و بنی هاشم اگر به اینها برسه، میدونستن که موجب نزدیکی به تشیع و مذهب حقی میشه که باید بعد از پیغمبر کرسی خلافت رو دارا میبودن که نشودن. این گونه میدونستن اگر این سهم رو به افراد به بنی هاشم بدن و در واقع به اهل بیت بدن، کار اینها یک سره میشه و تمام میشه. از نظر اقتصادی اینها بال و پر میگیرن، چنانچه در زمان عمر بن عبدالعزیز شما میدونید تنها خلیفه ای بود که فلک رو برگردوند. یکی دیگر از کارهایی که عمر بن عبدالعزیز انجام داد که بعداً هم ترورش کردن و اون رو از بین بردن، دیدن خطر شده برای در واقع بنی امیه و این بعد هم بنی عباس و اینها، به نحوی کشتنش و ترورش کردن، به خاطر این بود که دیدن عمر بن عبدالعزیز چند تا کار دارن انجام میده که این کار اگر ریشش درست باشه، پا بگیره و جای خودش رو پیدا بکنه، که در آینده حکومت‌های بعدی به هیچ عمر روی کار نخواهند آمد، فقط حکومت حقه شیعه روی کار خواهد آمد که حکومت اهل بیت هست و ائمه سکاندار این حکومت خواهند آمد. ولی زمان هم ترورش کردن. عمر ابن عبدالعزیز فلک رو پس داد. یکی دیگر از کارهایی که کرد آمد خمس رو به معنای واقعی خودش در جامعه پیاده کرد. این خیلی جالبه که خیلی مطلع نیستن از این مطلب. یعنی سهم الله و سهم الرسول رو شاید مثلا خودش خرج مملکت کرد، اما سهم ذی القربا رو به اهل بیتی که باقی مانده بودن داد و سهم ابن سبیل مساکین و همچنین سهم یتاما رو هم داد به سادات و به بنی هاشم. اینها یه مدتی جان گرفتن و پا گرفتن، رفتن فلک را گرفت بودن، از نظر اقتصادی تکونی خوردن. مخالفین دیدن که شیعه تکون خورده، الان که حکومت ها از بین بره در آینده و اینکه دیگه جایپایی نشته باشن، بلافاصله عمر بن عبدالعزیز رو ترور کردن و دوباره فدک رو گرفتن، دوباره سهم ذی القربا و اون یتامى و مساکین ابن سبیل رو دوباره اینا بازپس کردن. خود حال که حقی در زمین همون به خلیفه قاسم میرسه که حالا زمان بعد از عمر بن عبدالعزیز هر کس هم. خب پس بعد از پیامبر گرامی اسلام در زمان در واقع خلفایی که آمدن روی کار عنوان خلیفت الله مهر خلیفه گری زدن که این گونه نبود، سرنوشت خمس یک سرنوشت سیاسی پیدا کرد. من خواهش میکنم خوب دقت کنید موضوع، چون این نتیجه جذاب و جالبی داره اگه همه که این قضیه هم تو خود تاریخی هم از همه دل بدین دقت کنیم، در پایان نتیجه لازم رو خواهیم دید. خب بعد از پیامبر ابوبکر بر مسند خلافت تکیه زد، مخالفین در رأسشون حضرت امیر سلام الله علیه، صدیقه طاهره سلام الله علیه ها بودن. چیزهایی رو که ابوبکر از اینها گرفت، اول فدک بود، دومین چیزی که گرفت که حضرت صدیق طاهره اعتراض کرد مسئله خمس بود، یعنی سهم سه سهم به اضافه سهم ذی القربا و اون دو سهم هم که اتفاقا به خلیفه واقعی رسید، هر شش سهم رو ابوبکر گرفت و از مال خودش کرد و ذره ای از اینها رو به سادات و به بنی هاشم به ذی القربا که خود صدیق طاهره جزء ذی القربا بودن، جزء اهل بیت عصمت بودن که اون موقع بودن دیگه، قرآنی از این مبالغ و دیناری و درهمیشو به اینها پرداخت نکرد. خیلی جالب هست که خود این برادران اهل سنت در تاریخی که دارن که حالا من برای شما خواهم خوند،
مطلبی رو بیان میکنن که دانستن این مطلب برای جوانان محقق و پژوهشگر شیعه خیلی زیباست. ببینید سنن بیهقی یکی از کتب معتبر عهد تصنن است، جلد ششم صفحه 344 از عبدالرحمن ابن ابی لیلی روایتی را نقل می‌کنه که میگوید روزی علی علیه السلام را در کنار باغات زیتون ملاقات کردند. در چه زمانی؟ در زمان خلافت ظاهراً یا ابوبکر بوده یا عمر بوده، بالاخره از این دو تا نشاط هم خلافت خود عمر ابن خطاب بوده. میگه من ملاقات کردم، ابی لیلی میگه، عبدالرحمن ابی لیلی میگه اون حضرت رو ملاقات کردم کنار یکی از باغات زیتون. گفتم پدر و مادرم به فدایت عمر و ابوبکر در حق شما نسبت به خمس چگونه رفتار کردن؟ خوب پایش من دقت کنید، اصلا محققین ما خوب روش دقت کردن. پس معلوم میشه که اون زمان خمس در زمان پیغمبر جاری بوده، زمان بعد از پیغمبرم هنوز آثاری ازش مترتب بوده بر جامعه. حالا امروز نسبت به اینجا به این نقد در اومده، هنوز یه خود سایه ای از خمس بوده، هنوز روایاتش کلن دست باشه تحاریف، تحریف ها و یا اینکه سوزانده بشه اینا، حالا یه سایه ای انداخته بوده هنوز اینا داره. من میگه که سوال کردم از حضرت، حضرت فرمودن عمر گفت، یعنی به من علی گفت، شما حقی در خمس دارید، یعنی ذل قربا هستید، حق دارید در خمس، باید خمس به شما برسید. لکن من خواهش میکنم خوب در این جمله دقت کنید، لکن وقتی زیاد میشوند، یعنی وقتی ما دیدیم یه غنیمتی زیاد شد، خمس پولش خیلی زیاد شد، همه آن به شما نمیرسد، به مقداری که صلاح میدانم به شما میدهم و ما هم از گرفتن آن ابا کردیم. یعنی حضرت میفرماید من عمر به من گفتش که آقا شما زلقرمایی، درست سهم خمس به شما میرسه، اما چون بعضی وقتا خیلی زیاد میشه، برای اینکه یه وقتی با این مسئله اقتصادی شما یهو یه کارتل رو به قول امروزی ها تشکیل ندید، یه باند درست کنید، بخوام حکومت رو از دست ما بگیرید، تقویت بشید، قوی بشید، ما هر چقدر به عنوان خلیفه دیگه اون موقع صلاح دونستیم از اون مبلغ به شما میدیم، همش به شما نمیدیم. حضرت هم بهشون به اون فرمانده این مطلب بود که یا همه سهم ما رو به ما میدی یا هیچ مقدار از این سهم ما از شما دریافت نخواهیم کرد. ابن عباس هم روایات متعددی اهل سنت در این زمینه دارن، از ابن عباس، ابن عباس هم همین مطلب رو داره که منم چون زلقربا هست، ابن عباس خودش از بنی هاشم هست، میگه ابوبکر یا عمر به من گفتم، من گفتم آقا من زلقربا به من تعلق میگیره، سهم منو بدین، پروردگار به من مشخص کرده او بخشیده، شما چرا نبخشید؟ اون وقت مثلی که میگن که آقا شاه بخشید فلان، یا آقا بخشیده شما چرا نبخشید؟ گفتش که آقا سهم شما رو ما به شرطی که هر مقدار خودمون خواستیم بدیم. عمر در جوابش گفته، ابن عباس هم در اون روایت دیگه باز اهل سنت نقل کردن که میگن در جواب عمر گفتن که یا همه‌شون به ما میدی یا ما هیچ‌شون نمی‌دیم، اینکه یه مقدارش هر چون تو هر وقت دلت می‌خواد بدی که نمی‌شه. پس اینو دقت بفرمایید که سرنوشت خمس در زمان بعد از پیامبر چه سرنوشتی داشته و چرا در واقع خلفای وقت عمر ابوبکر و عثمان از دادن حقوق یتاما مساکین ابن سبیل و ذل قربا که همه از بنی هاشم بودن چرا اینها اجتناب کردن و این حق رو عملا انکار کردن، اگرچه خودشون در جای اقرار کردن که چنین چیزی بوده، ولی ما نمیتونیم همه پول رو به شما بدیم، علتش چی هستش؟ این علت رو شما دیگه هر یعنی شخص عاقلی باشه این علت رو در میابه که خب به چه صورت بوده دید. رجوع بکنید به جوابی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به ابوبکر داده در زمانی که فدک رو گرفته و سهم ذل قربا رو هم از اون حضرت گرفته. ابن ابی الحدید رو در کتاب خودش اونجا بیان کرده که ابوبکر اونجا در مقابل استدلال حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تمسک میکنه به نظر عمر و ابو عبیده جراح که از باند خودشون بوده، میگه که این اموال
یا فاطمه برای تو که دختر پیغمبر هستی زیاد هستش، مصلحت اون هستش که اینو ما در مسیر مصالح مسلمین خرجش بکنیم. حالا مصالح مسلمین هم هر کی میخواد بگه چی بوده چی کنه خرج شده، بیاد در زمان عثمان و در زمان خود عمر و ابوبکر ببینه که این سر به چه صورت خرج شده و به چه مسیری اصلا افتاده، از مسیر واقعی خودش کلا منحرف شده. بعد میرسه کار به اینجا که خود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرماید که آیه خمس که نازل شد رسول خدا فرمودن که ابشروا آل محمد صلی الله علیه وسلم. بشارت بدم شما رو و آل پیامبر رو که فقط جا اکم الغنی، قطعا شما اگه فقیر بودید حالا دیگه پروردگار شما رو بی‌نیاز کرد که دستتون جلوی کسی دراز نباشه. بعد میگوید که راوی این قضیه میگوید که قصد عمر و ابوبکر چیزی جز تضعیف علی بن ابی طالب نبود. بعد من سوال کردم که حضرت صدیقه طاهره که آمد با ابوبکر بحث کرد راجع به سهم ذی القربا، راستگو نبود؟ حرفش درست نبود؟ او گفت راستگو بود. اینا رو ابن ابی الحدید داره مطرح میکنه و ادعاش هم ادعای به حقی بود، لیکن اگر ابوبکر ادعای حضرت فاطمه رو قبول میکرد و سهم ذی القربا رو طبق آیه باید به حضرت صدیقه طاهره میداد، این تیکه رو دقت کنید، ناچار بود فردا هم ادعای او را نسبت به خلافت شوهرش بپذیرد و کرسی خلافت را رها نماید. و اینی که خوردند و بردند، این که نیفته دست بنی هاشم و دست امام منصور. جالب اینجاست که این سهم ذی القربا انقدر واضح بوده در زمان پیامبر و آغازی بعد از رحلت پیامبر، یعنی توسط آغازی که عرض می‌کنم، یعنی شروع خلافت همه خلفایی که خلفای اهل تسنن هستن، اینقدر مسئله‌اش واضح بوده. ابو قدامه در کتاب مغنی خودش بعد از نظرات اصحاب رأی، یعنی کسانی که صاحب نظر بودن در مورد تقسیم خمس میگوید، من خواهش می‌کنم جلدن دقت کنید چقدر زیباست، در کتاب مغنی ابو قدامه این رو میگه، دقت هم بکنید، مرجعش هم عبدالله ابن قدمه یا قدمه هست، کتاب مغنی جلد 7 صفحه 301. او این جمله رو داره، میگوید سهم رسول الله و ذی القربا را به موت پیامبر قطع کردن، یعنی وقتی پیامبر دنیا رفت بلا فاصله اولین کاری که این سهم و خلفا رو بدن قطع کردن، در حالی که این کار مخالف نص قرآن است. خب یعنی قرآن خلاف اینه، خود عالم سنی داره این مطلب رو بیان میکنه. بعد در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام مسئله خمس رسید، چون میخوایم خیلی اجمالی و مختصر مطلب رو بحث بکنیم، بعد از خلافت ابوبکر، عمر و عثمان حضرت آمد روی کار. اولین سوالی که در ذهن خیلی ها و ذهن شما مطرح میشه که خب آقا میخواست حضرت که اومد روی کار خب بگیره این مسئله خمس رو، ذبح القربا اینا همه برگردونه، فدک فلا همه رو برگردونه دیگه، چرا این کار نکرد؟ حضرت 5 سال و اندی روی کار بوده، 3 تا جنگ برای حضرت درست کردن که این 3 تا جنگ هم در واقع 2 جنگ است، هر 3 جنگش هم معاویه نقش ریزی و طراحی کرد، چه عملی چه غیر عملی، یعنی چه مستقیم چه غیر مستقیم. یه جنگ بود که خودش وسط معرکه بود، چه صفین بود که اختلاف درش هست که بعضی نوشتن 18 ماه این جنگ می کشید با مقدمات و مؤخراتش و بعضا تا 100,000 کشتن براش نوشتن، حالا کم و بیش اختلاف هست درش، بعضا هم زمانش کمتر میشه. یه جنگ جمل بود و یه جنگ نهرمان بود که کشته های زیادی داد و تأثیرات منفی هم در جامعه داشت. بعدا هم که عده کینه از اون حضرت و خاندانی که داشتن بدتر کینه های بیشتری به عهده گرفتن و مقصر رو بعضا بعدن حضرت معرفی کردن. با این 3 جنگ حضرت
آمده روی کار، این سه جنگ رو اداره کرده، میخواسته نجنگیده، نجنگه مال و منال مردم و نوامیس مردم در معرض نابودی و هلاکت بوده، جنگ کرده که همین دیگه حکومت چقدرش وقتش آدم هست که برای حکومت داشته، اون در هر سه جنگ هم خود حضرت نقش مستقیم داشته و شرکت کرده تو هر سه جنگ. بعد یه جمله حضرت در نهج البلاغه دارد توی یکی از خطبات خودش که خیلی جالب هست، میفرماد که وقتی من رو کار اومدم دیدم کارهایی که این سه خلیفه کردن، مخصوصا خلیفه دوم که طراحی کارهای خلیفه اول رو هم به عنوان تئورسین بر عهده داشته، حضرت میفرماد در این خطبه رو براتون من میخونم که خود یکی از خطبات نهج البلاغه است، من مأخذش یادم رفت براتون یادداشت بکنم، رجوع بکنید این مطلب واضح همونجا. حضرت میفهمند که وقتی من رو کار بدم دیدم که کاری انجام بده خلیفه دوم و مخصوصا در زمان خلیفه اول که دیگر حدیثی از احادیث زمان پیامبر دیگه اصلا سالم باقی نمونده، کسانی که حدیث نقل میکردن همه یا به اجبار یا به غیر اجبار به نحو دیگری حدیث نقل کردن رو یا فراموش کردن یا کنار گذاشتن. خفقان به نحوی بودی که گفته هر کس حدیث نقل کنه انقدر با تازیانه میزنمش که زیر تازیانه بمیره، اینو خلیفه دوم گفته و حالا این در کتب تاریخ اهل شیعه و حتی خیلی جالبه که تاریخ اهل سنت هم هست، حالا ما بحثمون شد این نیست، نمیخوام راجع به این صحبت بکنم. فلذا آمده به اینجا رسیده که مثلا یکی از احادیثش همین که آقا پیغمبر راجع به خمس چی گفته، گفته هر چی گفته به شما مربوط نیست، حق بیان کردنش رو نداره. بعد حضرت آمده بکار با یک جامعه ای که فقط یک قرآن به قول ما گفتنی جوهر و مرکب و قلم و کاغذی بوده، کسی حق تفسیر نداشته، کسی حق تعبیر نداشته، کسی حق تشریح و توضیح و تبیین نداشته، این قرآن همش گفتن آقا هست کنا کتاب الله، همین کتابی بوده، هیچ کم نمیدونست که معنی این آیه چیه. آقا معنی آیه چیه میگه همینی که فهمیدی خودت هرچی فهمیدی درست بخون تمام، هیچ چیزی صحبت نکنه. چیزی که زیاد شده در عرض این صدا خلیفه در این مدت فقط حافظ ظاهر قرآن بوده، چیزی که همون کشورهای اسلامی هم هست، این همین ظاهر قرآن رو حافظ باشه، همه حافظ باشن، اما کسی نگاه کنه که چه آیه‌ای چه گونه باید خونده بشه، چیکار باید بکنه، چه معنی از این آیه در بیاره، اصلا دخالت توی کار نداشته باشه. حدیث هم به همه صورت در کنار این قضیه حضرت میفهمد که تلبیهن که جهد حدیث هم اینقدر زیاد شده بود که حالا ببینید در خطبه حضرت چجور بیان میفرماید، خلفای قبل از من کارهایی را مخالف رسول خدا انجام دادند، عهدش را شکستند و سنتش را تغییر دادند. ببینید چقدر آقا مظلومیت میخواد، چقدر خون دل میخواد، اصلا نشستن و نگاه کردنش واقعا همونه که استخوان در گلو و خار در چشم، سنتش را تغییر دادند، عهدش را شکستند و اگر من مردم را بر ترک آنها واری داشتم، اگه میبادم کده آقا این سه خلیفه همچی گفتن دروغه، این 25 سال شما هم وسیل اسلام منحرف شدید، اسلام واقعی اینه، اگر من اینو میگفتم و به جایگاه صحیح آن که در زمان رسول الله بود اسلام را و دین را هدایت میکردم، لشکریان پراکنده میشدن به طوری که جز خودم و عده کمی از شیعیانم که موقعیت حکومتی مرا در قرآن و سنت میدانستن باقی نمیماندن، بقیه همه میشدن مرخص، اصل اسلام هم از بین میرن، همه میرفتن دنبال کار خودشون. این اسلامی که امروز تو معزله ها اذان میگن اصلا این چیزیش باقی نمیمونه. میگه من به حضرت میفرم من برای اسلام نشستم خون دل خوردم، گفتم اب نداره هر جوری بودید همونجوری باشید، حالا از این به بعد اینه که من میگم انجام بدید، اونا رو فعلا نمیخواید رو بسش بکنید. به این شیعیان خواسته خودم شروع که من تفهیم کردم و تفهیم کردم که آقا مسئله خمس این نیست، مسئله خمس همون زکات نیست تا همون مالیات نیست تا، خمس تو قرآن اینجور اومده، شرح قضیه به این صورتی، شما یه وقت اینایی که گفتن باور نکنید، اینا به شیعیان خاص خدا گفتن، به بقیه مردم حرف نزد که نه اصلا
25 سال مغزشون شستشون شده و تمام شده کار رفت. دیگه همینجوری نگاشون میشن بعد دست به تعلیم میشن مثلا همین اصل اسلام فعلا باقی بمونه برای بقیه‌اش پیشکش شما بشه. این در زمان امیرالمومنین است. آمد در زمان امام حسن علیه السلام، در زمان عرض به خدمتتون که امام حسین علیه السلام آمد جلو که اینها هیچکدوم حکومت نتونستن بگیرن. اصلا امام حسین علیه السلام از اولش که حضرت تا به امامت رسید شمشیرها کشیده شد دنبال حضرت افتادن و حضرت رو توی کربلا به شهادت رسوندن. امام مجتبی علیه السلام که صلحنامه امضا کرد با معاویه که معاویه به هیچ کدومش پایبند نشد صلحنامه و اون هم آنچنان کرد که از خلفا بدتر در حق خمس انجام داد. نه تنها سهم شیعه رو به طور کل قطع کرد از بیت المال، سهم ذی‌القربا رو به همین صورت اینها همون یه خود به کم میشن که خلفا گفتن ما یه مقدار کمش به شما میدیم بقیهش نمیدیم. معاویه اونها رو هم قطع کرد. اصلا معاویه اونها تو کار گفت اگر بفهمم کسی اسم بچهش رو علی بذاره هر جای خونش باشه نه اجازه تحصیل بهش میدم، نه اجازه کار بهش میدم، نه اجازه استفاده از تحصیلات اجتماعی بهش میدم. اگر هم جای شورشی چیزی به پا بشه همین اینا رو میگیرم گردن میذارم. اصلا بهانه درست کرد برای اینکه ببینید اصلا یک وضعیت خفقانی درست شد. سازمان اطلاعات امنیتی هم درست کرد و فردی رو گذاشت رئیس این سازمان به نام بسر بن ارطغرل، یک فرد جامعه جنایتکار. انواع شکنجه ها رو آموزش داد، انواع کارهای اطلاعاتی، بنیاد این وضعیت رو اصلا او گذاشت که امروزه انگلستان به وجود معاویه به خاطر همین کارهایش افتخار میکنه و میگه که ما خیلی معاویه حق به گردن ما داره و ما باید مجسمه‌اشو از طلا بگیریم معاویه رو و در یکی از شهرهای انگلستان بلکه پایتختش به نمایش بگذاریم در بزرگترین میدان شهر، برای اینکه معاویه خیلی حق به گردن ما انگلیس داره، ما خیلی چیزا ازش یاد گرفتیم. اینو درست میگه. استعمار و استعمار کردن و نحوه این کارا رو همه رو معاویه یاد داره و انگلیس ها خیلی واقعا در این زمینه فکر کردن، مطالعه کردن، تحقیق کردن و اینها رو یاد گرفتن. مسئله خمس در زمان امام حسن علیه السلام که اصلا اوضاعش خیلی بدتر شد، در زمان امام حسین علیه السلام که اصلا به کشت و کشتار و شهادت و حضرت منجر شد، در زمان امام سجاد علیه السلام که حضرت کلن دیگه داغ پدرش بر دلش بود و دیگه در محاصره شدید، تا رسید به زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام که برخورد دو قطب بنی امیه و بنی عباس بود که اینجا از این فرصت امام باقر و امام صادق علیه السلام استفاده کردن که اون احادیثی که در زمان خلفای قبل و پیشین اینها در نزدشون از اون احادیث از بین رفته بود، اون احکام شروع کردن اون احکام رو به صورت اصلی خودش بیان کردن، احادیث رو به صورت اصلی خودش بیان کردن، از این فرصت استفاده کردن. و امروزه ما هر چی داریم در شیعه که میگیم مؤسس شیعه امام صادق علیه السلام، برای اینکه احیا کننده شیعه امام صادق علیه السلام بود، از اون فرصت برخورد بنی امیه و بنی عباس استفاده کرد و امروز ما احادیث بسیاری در فقه داریم، در مسائل شیعه، در فروع کافی، در روزه کافی، در اصول کافی، راجع به همه موضوعات اعتقادی و این مؤسس و بنیانگذارش امام صادق علیه السلام. این رسید تا اینجایی که حضرت در زمان خودشون مسائل خمس رو هم بیان کردن و جامعه رو به مسائل خمس آشنا کردن، تأکید کردن روی جریان خمس. حضرت در زمان خودشون فرصت این رو پیدا کردن، هم امام باقر هم امام صادق علیه السلام وکلا و نمایندگانی رو و دفاتری رو ایجاد کردن در روستاها و شهرها و علنا به اینها دستور دادن بر اساس دانایی‌هایی که در محضر ما یاد گرفتید و در مکتب ما آموختید فتوا بدید و خمس مردم رو دریافت بکنید. یک علت کلی داشت این مطلب. حضرت فرمودن شیعیان ما با دادن خمس در صورتی که بهشون تعلق بگیره مالشون پاک بشه، زندگیشون پاکیزه بشه. ما دوست نداریم زندگی شیعیان ما پاکیزه نباشه و خیلی جاها حضرات اینها رو میگرفتن، حتی خیلی مقدار زیادشون برمیگردوندن به شیعه، میگفتن مثلا ما همین گرفتیم تقبل کردیم برگردوندیم یا به شما اجازه دادیم که فلان جایگاه خرج کنید به خاطر اینکه اموالتون پاکیزه بشه. یعنی قصه شیعه رو میخوردن. رسید این مطلب در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام که او هم یک
سیر عجیب و غریبی مسئله خمس داره در زمان اون حضرت که بعضی از وکلای اون حضرت به اون حضرت خیانت کردن. وقتی حضرت از دنیا رفت، امام هشتم علیه السلام فرستاد سراغ اونها که اموالی که به عنوان خمس شیعه شما گرفته بودی در نزد شماست، برید در نزد ما باشه. امام بعد از امام موسی کاظم علیه السلام، ما که علی بن موسی رضا هستیم، بدید به ما. اونا دیدن که با این پولها، تا دیدن که امام هفتم در زندان افتاده و 7 سال یا 14 سال طول کشته، رفتن با این پولا ویلا خریدن، خانه خریدن، برای خودشون شروع کردن پول رو انباشته کردن و خمس رو ندادن به صاحبان خودش. در جواب علی بن موسی علیه السلام هم مرقومه نوشتن بعضیشون، البته که آقا از همون شما رو به امامت قبول ندارید و امام زمان همون مهدی منتظر همین امام هفته بوده، از دنیا نرفته، به آسمان رفته، روزی ظهور خواهد کرد، ما نگه میداریم به خودش میدیم، شما امام معصوم نیستید. اینو برای چیه بهانه کردن؟ برای اینکه اون پولا رو بخورن و به قول ما گفتنی فرمتو کنن بره. بهانه خوردن اون بالاخره این بهانه خوبی در زمان این گروه هم البته بهش میگن گروه واقفیه که دیگه به امام هفتم متوقف شدن که امام بعدی رو قبول نکرد. این جریانش خیلی مختصر بود، جریانش خیلی جالبه، حالا جای بحثنده. دوران امام رضا علیه السلام اون حضرت در مورد خمس خیلی تلاش کردن، یه مقدار آزادی داشتن به عنوان ولایت عهدی ظاهری که داشتن، یه مقدار آزادی که داشتن در این زمینه احادیثی رو از اون حضرت به یادگار مانده که ما انشاءالله در جلسات آتی به عنوان بحث روای خمس از اونها برای شما استفاده خواهیم کرد و میخوانیم. خیلی جالب هست، خیلی عالی. حضرت در این زمینه خیلی تلاش کردن، شیعیان رو به مسائل خمس آگاه کردن. دیگر بعد از اون بزرگوار دوباره اختلاف بسیار شدید شد که امام جواد علیه السلام در سن 25 سالگی، امام علی النقی علیه السلام و امام عسکری که اصلا در بازداشتگاه بودن از اول عمرشون تا آخر عمرشون دیگه به شهادت رسیدن. امام زمان علیه السلام هم که در زمان غیبت صغرا ظاهرا چند سالی بود که در زمان غیبت صغرا بود، تماس‌های داشتن نداشتن، می‌آمدن نمی‌آمدن، حضور داشتن حضور نداشتن که مردم به غیبت کبرا آمادگی پیدا بکنن و مسئله خمس در زمان اون حضرت فقط با نوشته‌هایی که به وکلای خاصه که 4 نفر بودن مسئله خمس دنبال می‌شد که این 4 نفر نائبین خاص اون حضرت بودن، با اون حضرت در تماس بودن. این 4 نفر وجوهات و مسائل خمسی مردم و شیعیان رو دریافت میکردن، خدمت اون حضرت به اطلاع میرسوندن، نه این پولا به درد امام زمان علیه السلام بخوره. حضرت به اینا میفرمودن که اینها رو در مصارفی که در زمان رسول الله خرج میشد به همون مصارف به خرج برسونن. بعضی وقتا یک مقدارشون خودشون میگرفتن که در مواردی که میدانن و صلاح میدانستن خودشون شخصا خرج بکنن. در همین غیبت صغرا کسانی خدمت اون حضرت مشرف شدن خودشون و حتی وجوهاتشون یعنی خمسشون رو عرضه داشتن، تقدیم کردن. در جایی هست علی ابن محزیار قمی رحمت الله علیه 50,000 دینار طلا میگه من در آوردم خدمت امام زمان علیه السلام تقدیم کردم به عنوان سهم امام علیه السلام. امام زمان علیه السلام این سهم رو تقبل کردن، برگرداندن به من. من گفتم یا ابن رسول الله چرا شما برمیگردونید؟ این پول زیادیه، به کار شما میاد، شما اینجا از داخل جامعه نیستید با این، یعنی در واقع از دشمنان میخواید دور بشین، صرف مخارج خودتون دیگرانی که هستن شیعیانی که میدونید بکنید. حضرت فرمودن خود تو چند روز آینده این مبلغ نیازت میشه و نیازمند به این مبلغ میشه، در این مسافرت هم که میخوای برگردی نیاز به این مبلغ داری، ما نیازی نداریم، ما به تو برگردونیم، مالتو پاک کردیم برای اینکه تو بری و از این مال استفاده کنی، به مشکلاتی بر نخوری. این در زمان غیبت صغرا و کبرا. آخرین نائب خاص که از دنیا رفت، حضرت بعد از اون توقیعی صادر کردن. این توقیع با چند روایت کم از امام عسکری علیه السلام آمده، اما هم از خود اون حضرت. این توقیع یه توقیع بسیار مهم میدونی، دقت بکنید. اکمال و دین و اتمام و نعمه کتابیست که مرحوم شیخ صدوق نوشته، جلد دوم حدیث 4 صفحه 284 صفحه 484 از محمد ابن عثمان عمری این مطلب رو نقل کرده.
این حدیث و روایت در کتاب وسائل شیعه باب 11 از باب صفات قاضی حدیث نهم هم ذکر شد. حضرت بعد از آخرین نائب خاصشون که محمد ابن علی ابن محمد سموری یا سمویری بودن، سیبوری بودن، حضرت بعد از اون چون تکلیف شیعه باید مشخص بشه دیگه، کسی نیه ارتباط به اون بزرگوار داشته باشه، شیعه هم نمیتونه اون حضرت رو خودش ببینه که مگه خود اون حضرت بیاد به دیدار شیعه. حالا به همین صورت دیگه غیبت کبری از خواصش و ویژگی‌هاش همینه که ما نمیتوانیم با اون حضرت ارتباط داشته باشیم به هیچ وجه، نمیتونه مگر حضرت بخواد با ما ارتباط داشته باشه. از اون طرف ارتباط آزاده، از این طرف ارتباط ممنوعه. حضرت توقیعی صادر کردن در جواب اینکه آقا بعد از شما شیعه چیکار بکنه. این توقیع مشهور که البته حالا روایت کاملش رو من برای شما ان شاء الله در ادامه جلسات سعی می‌کنم که بیارم براتون، چند روایت مختلف داره. یکیش این و اما الحوادث الواقعه، پس در حوادثی که واقع میشه و ایجاد میشه بعد از اینکه دیگه من نائب خاصی ندارم، فرج اون فیها، پس رجوع کنید در اون حوادثی که ایجاد میشه الى رباط احادیثمون، به فقهای شیعه، به کسانی که اینها مرجعیت دارن فقیهن. البته در روایت دیگه خود از این شرایطش هم بیان کردن، فانه حجتی علیه، من امام زمان بر این فقهای شیعه حجت هستم. حجت چند تا معنی داره، یکیش حافظ و نگهبان و یکیش دلیل و برهان. یعنی من نخواهم گذاشت اینها اشتباه کنن اگر کسی فقیه واقعی باشه، من بالا سرشون هستم. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، و خود منم که حجت خدا هستم. با این توقی مسئله خمس در زمان غیبت کبرا و آغازش تا کنون یک مسیر جدیدی پیدا کرد. یعنی در جامعه اسلامی فقیهان آمدن روی کار با شرایطی که در روایت دیگر هم خواهیم خوند، اینها شدن به عنوان امروزه ما میگیم آیت الله العظما مرجع تقلید. مرجع تقلید یعنی کسی که محل رجوع شیعه است از نظر مسائل فقهی و حکم الله و احکام دین، محل رجوعه و خودش نه تنها از کسی تقلید نمی کنه بلکه شرایطی درش هست که بالاتر از مجتهد هم هست. یعنی مجتهد اینه که خودش از کسی تقلید نمی کنه، به استنباط شخصی خودش عمل می کنه، ولی مرجع تقلید درجهش از مجتهد هم بالاتره. یعنی چی؟ یعنی اینکه نه تنها خودش از کسی تقلید نمی کنه بلکه شرایطی داره که دیگران هم می توانن از اون با اون شرایط تقلید کنن. این رسید به زمان مراجع تقلید در زمان غیبت کبرا، در زمان غیبت کبرا به این سوی. خب این مراجع سر کار آمدن، در رأس امور قرار گرفتن، اینها شدن به جای نائبین خاص نائبین عام نام گرفتن. یعنی کسانی که امام زمان علیه السلام به صورت عام اینها رو معرفی کرده، اسم کسی رو نیاورده. دقت بکنید این که میگیم عام، یعنی محمد ابن عثمان، علی ابن محمد سیموری، اینها رو حضرت اسم بود. ای فلانی تو نائب خاص منی. اما در مورد مراجع تقلید در زمان غیبت کبرا که شیخ مفید بودن، شیخ انصاری بودن، از قبل سید مرتضی، سید رضی، بحر العلوم، هلی، از همه اینها بودن، مثلا اسم اینها نیبود. اینها تو قاعده عام، یعنی که حضرت فرمود که فرج او الى روات احادیث ما، به فقهای و راویان احادیث ما رجوع کنید، اسم کسی رو نیبود. این میشه نائب عام. نائب عام بودنش از اینجا در من اینا شدن نائبان عام با اون شده. خب اینها یکی از کارهایی که میتوانستن و میتوانن انجام بدن اینه که خمس را در زمان غیبت کبرا به اون کسانی که تعلق میگیرد از اونها خمس رو دریافت کنند. در زمان غیبت کبرا بر اساس آیه شریفه اینها حالا در دو سهم خمس رو تقبل میکنند و قبول میکنند. یک، یعنی خمس میشه یک پنجم مالی که خودش تقسیم بر دو میشود. یک سهم امام علیه السلام که سهم الله بود، سهم النبی بود،
و سهم چی؟ زر قرآن. دوم اون سه سهم بعدی هم در قالب یک عنوان دیگر سهم سادات. پس خود خمس در زمان غیبت کبرا به دو سهم کلی تقسیم شد. یک سهم امام علیه السلام. امام علیه السلام یعنی یادتون باشه باز بگیم سهم الله، سهم النبی، سهم ذل قربان. دو سهم سادات که سهم مساکین، یتاما و ابن السبیل از بنی هاشم و سادات باشه. در زمان غیبت کبرا این بزرگواران با تقسیم کردن خمس به این دو سهم حسب آیات و روایات آمدن سهم خمس مردم را اون یک پنجم مالی که تعلق اگر بگیره رو میگیرن و چی کار میکنن؟ در قالب این دو موضوع قرار میدن، سهم امام، سهم سادات. خب سهم امام، سهم سادات یه مشخص خود مراجع هم کاری نمیتونن انجام بدن. سهم سادات رو بعد این سه گروه حتما برسون، سه گروه سادات، ابن سبیل سادات، مساکین سادات و یتیمان سادات. هیچ کاری دیگه‌اش هم نمی‌تونن بکنن. این از سهم سادات در زمان غیبت کبرا، چون خب این امام که نیستن، اینا که مراجع هستن، فقط هم باید را به دست صاحبانش برسونن. پس میواد سهم امام علیه السلام. سهم امام رو اینها به این نتیجه رسیدن حسب روایات که باید در همون مصارفی که رسول الله و امام زمان علیه السلام و بلکه ائمه دیگر مد نظرشون بوده در همون مصارف به خرج برسه و خرج بشه. این مصارف هم مشخصه که حالا ما فرصتمون چون اجازه نمیده نمیتونیم توی این جلسه برای شما بشماریم، و لذا سهم امام علیه السلام دست خود این ها سهم سادات به سادات برمیگردن. سهم امام رو باز تاکید داریم بکنیم، میان اون چرا که مد نظر امام زمان علیه السلام و پیامبر بوده و مد نظر خدای تعالی به اون صورت به مصرف می‌کنن و خرجش می‌کنن. سهم سادات هم به سادات برمی‌گردن در اون سه موضوع که داشته یتامی و مساکین ابن سر. بعضی از فقها دقت بفرمایید، فقهای عمومی این مطلب رو برداشت کردن از آیه و احادیث وارده که در سهم سادات ما میتوانیم به خود فردی که خمس بهش تعلق گرفته بگوییم که خود سهم سادات رو به این سه گروه در صورتی که فقیر باشن میتوانیم بدهی و ما نیازی نیست ازت بگیریم. اگه سراغ نداشتی بیا به ما بده، ما میدیم به دست سادات. پس ببین، یا من مرجع تقلید میگیرم من میدم به سادات، یا خودت میبریم به این سه گروه ابن سبیل، یتیمان و مساکین میدهیم. بعضی از فقهای قرونی این نظرشون، این رایشون، مثل حضرت آیت الله العظمای سیستانی، حضرت آیت الله العظمای صافی قلبایی که بیا آقا سهم سادات رو خودتون ببرید به فقیر بدید، اگر نداشتید فقیر سادات، اگر نداشتید بیاید بدید ما میدیم. در سهم امام علیه السلام معذرت میخوام، عده دیگر از مراجع اینها نظرشون بر این هست که نه، سهم سادات هم مرجع تقلید باید اجازهشو به شما بده. شما بیایید بگید من یک کسی رو سراغ دارم، ابن سبیل مسکین سادات هم هست، یتیم هست، ما بهت میگیم چقدر احتیاج داره بهت بدیم، از سهم سادات بری بهش پرداخت بکنیم. در سهم امام هم که هیچ کدوم اختلاف نداره، یعنی سهم امام رو میگیرن. مصارف سهم امام به چه صورت هست اونها رو ما خدمت دوستان در جلسه آتی انشاءالله عرض خواهیم کرد. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بیشتر در جهت درک مسائل اسلامی، مخصوصا مسائل علمی شیعی موفق و معید بگرداند. برای سلامتی همه علمای اسلام، همه مراجع اسلام، همه کسانی که زحمت کشیدن تا این پرچم شیعه دست به دست به دست ما و مخصوصا نوجوانان و جوانان عزیزمون برسه، اجماعا صلواتی جلیل اللهم صل علی